سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. ماجرایی که برای پیرمرد فرش فروش در کرج رخ داد، هولناک‌تر از اونه که بتونه به راحتی اونو فراموش کنه. مرد 70 ساله درباره حادثه‌ای که براش رخ داده بود میگه 40 ساله که در کار خرید و فروش فرشم. تو همه این سالها با درستی و امانتداری کار کردم. بازار فرش رونق خوبی داشت، اما از یه سال پیش اوضاع فرق کرد و فروشم کم شد. کار به جایی رسید که دیگه نمیتونستم اجاره مغازه رو بدم. به همین خاطر مجبور شدم مغازم رو جمع کنم. نمیتونستم بیکار بمونم. به همین خاطر تصمیم گرفتم فرشامو در یه انبار نگه دارم و بدون مغازه کار کنم. برای نگه داشتن فرشایی که به صورت امانتی از مردم گرفته بودم تا اونها رو بفروشم، احتیاج به مکان مطمئنی داشتم. خیلی جستجو کردم تا اینکه یکی از دوستان پیشنهاد داد فرشا رو به آپارتمانش که مدتی خالی از سکنه بود منتقل کنم. آپارتمان تو کرج بود و از اونجا که بهش اطمینان کامل داشتم پیشنهادش رو قبول کردم. مدتی از انتقال فرشا به آپارتمان گذشت. 16 شهریور ماه بود که برای تحویل گرفتن دو تخت فرش دست بافت که از شهرستان خوی برام فرستاده بودن به ترمینال غرب رفتم. ساعت حدود 8 صبح بود که دو تخت فرش رو تحویل گرفتم و راهی آپارتمانی شدم که اجاره کرده بودم. ساعت حدوداً 9 صبح بود که به اونجا رسیدم. واحدی که اجاره کرده بودم در طبقه دوم یک مجتمع بود. بالا رفتم و قفل در رو باز کردم. اما یهو متوجه شدم چند نفر پشت سرم ایستادن. همین که خواستم سرم رو برگردونم، از پشت ضربه سنگینی به سرم وارد شد. ضربه به حدی شدید بود که دنیا دور سرم چرخید و در حالی که خون از سرم جاری شده بود، تلو تلو خوران به سمت جلو پرت شدم. سرمو که چرخوندم، چشمم به سه مرد قوی هیکل افتاد که صورتاشون رو پوشونده بودن. تازه متوجه شدم ماجرا از چه قراره و اونا قصد سرقت فرشا رو دارن. با اینکه خیلی ترسیده بودم، شروع کردم به فریاد زدن. اما هیچ فایده ای نداشت. در همین لحظه یکی از سه مرد به سمتم اومد و با شوکری که تو دستش بود چند بار به بدنم زد. با هر بار برخورد شوکر به بدنم درد شدیدی احساس می کردم. اونقدر شوک به من وارد کرد که بی حال روی زمین افتادم. هر سه نفرشون به سراغ فرشای ابریشمی که اونجا بود رفتن. در اون لحظه با هر سختی که بود از روی زمین بلند شدم و خودم رو روی فرشا انداختم تا مانع سرقت اونها بشم. فکر می کردم با این کار می تونم جلوی اونها رو بگیرم. اما اشتباه می کردم. هرچی بهشون التماس کردم و گفتم من جای پدر شما هستم و رحم کنید، گوششون به این حرفا بدهکار نبود. از روی فرشا بلندم کردن و به شدت به زمین کوبیدن و هر سه نفرشون با مشت و لگد به جونم افتادن. فکر کنم 10 دقیقه همینطور با مشت و لگد منو کتک زدن. در اون لحظه فقط فریاد می زدم و کمک می خواستم، اما هیچ کس صدامو نمی شنید. بعد از اینکه حسابی کتکم زدن، با تنبایی که اونجا بود دست و پاهامو محکم بستن و یکی از سارقا مادهی رو روی دستمال ریخت و جلوی دهنم گرفت. با اینکه دیگه جونی در بدنم نمونده بود و دست و پامو بسته بودن، اما بازم دست از مقاومت بر نداشتم. اما همین که مرد جوون پارچه رو مقابل بینی و دهنم گرفت، بیهوش شدم و دیگه چیزی به خاطر نمیارم. سارقان پس از بیهوش کردن پیرمرد، فرش‌ها رو سرقت کردن و پیش از اینکه کسی متوجه ماجرا بشه، پا به فرار گذاشتن. اما پیرمرد چطور خودشو از اون وضعیت نجات داد؟ مرد فرش فروش میگه نمیدونم چند دقیقه از بیهوش شدنم گذشته بود که چشمامو باز کردم. سرم به شدت درد میکرد و خون زیادی از بدنم رفته بود. تمام بدنم درد میکرد. باید خودمو نجات میدادم. اما برای این کار اول باید دستامو باز میکردم. خودمو روی زمین کشوندم و به آشپزخونه رفتم. هیچ رمقی نداشتم و چند باری از روی زمین بلند شدم، اما دوباره به زمین افتادم. چند دقیقه همونطوری روی زمین بودم. حتی جونی برام باقی نمونده بود که فریاد بزنم. اون روز مرگو به چشمم دیدم. بعد از چند دقیقه به سختی از روی زمین بلند شدم و با استفاده از شاقویی که توی آشپزخونه بود دستمو باز کردم. بعد خودمو به در ورودی آپارتمان رسوندم و
همین که درو باز کردم و وارد راهرو شدم، یکی از همسایه ها رو دیدم و ازش کمک خواستم. اما اونقدر سر و صورتم خونی بود که مرد همسایه منو نشناخت و فکر کرد من ولگردم. با این حال خودم رو معرفی کردم و اون به کمکم اومد. ساعت چند دقیقه ای از 10 صبح گذشته بود که خبر این حادثه به ماموران نیروی انتظامی رسید و بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری رسالت کرج خودشونو به محل حادثه رسوندن. همزمان با حضور ماموران نیروی انتظامی، امدادگران اورژانس هم از راه رسیدن و پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی، پیرمرد رو به بیمارستان منتقل کردن. با گزارش این سرقت خشن، تیمی از کاراگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان البرز هم وارد عمل شدن و تحقیقات گسترده برای کشف راز سرقت شروع شد. کاراگاهان در نخستین اقدام راهی بیمارستان شدن و به تحقیق از مال باخته پرداختن. اون می گفت که 3 سارق قوی هیکل که صورتاشون رو پوشونده بودن، پس از ضرب و شتم شدید وی فرشای اونو که حدود 8 میلیارد تومان ارزش داشتن سرقت کردن. این مرد هیچ نشونه یا سرنخی که بتونه به ماموران در شناسایی سارقان کمک کنه به خاطر نداشت. اما کاراگاهان در ادامه تحقیقاتشون متوجه شدن وی 1 روز قبل از حادثه دوربین مداربسته‌ای رو بالای در ورودی و در جایی مخفی نصب کرده. به این ترتیب فیلم‌های ضبط شده در دوربین میتونه سرنخی از دزدان در اختیار پلیس قرار بده. کاراگاهان به بررسی فیلم‌های ضبط شده در دوربین مداربسته پرداختن. تصاویر نشون میداد که 3 سارق از دقایقی قبل وارد راهرو شده و در گوشه‌ای کمین کرده بودند. این در حالی بود که به گفته مال باخته، سرایدار ساختمان در زمانی که اون وارد شده بود حضور داشت و حتی هنگام ورودش به مجتمع با اون سلام و احوال پرسی کرده بود. بنابراین سرایدار حتما دزدان رو هنگام ورود به ساختمان دیده بود و اینکه چطور مانع اونها نشده بود شک برانگیز بود. از طرفی مال باخته در اظهارات خودش به ماموران گفته بود از هنگام حمله سارقان تا زمانی که بیهوش شد مدام فریاد میزد و کمک میخواست، اما سرایدار به کمکش نیومده بود. به این ترتیب سرایدار ساختمان به عنوان اولین مظنون پرونده توسط کاراگاهان دستگیر و پس از انتقال به اداره آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت. سرایدار ساختمان محمود خودشو بیگناه معرفی کرد و به ماموران گفت متوجه حضور سارقان نشده و فریادهای کمک خواهانه پیرمرد رو هم نشنیده. اما بررسی تصاویر ضبط شده در دوربین مداربسته نشون میداد سارقان زمان زیادی در ساختمان حضور داشتن و در این مدت کاملا خونسرد بودن و حتی نگران دیده شدن توسط سرایدار ساختمان نبودن. این مسئله نشون میداد که اونها با سرایدار آشنا بوده و با اجازه اون وارد ساختمان شده بودن. در چنین شرایطی بازجویی از سرایدار ادامه یافت و اون که حرفای ضد و نقیضی درباره روز حادثه میزد، شک ماموران رو بیشتر برانگیخت. به همین خاطر کاراگاهان با بررسی لیست تماس‌های محمود متوجه شدن صبح روز حادثه اون با جوونی به نام عباس چندین بار تماس داشته و حتی پیام‌هایی با اون رد و بدل کرده که نشون میداد در ماجرای سرقت فرشای ابریشم دست داره. در یکی از این پیام‌ها مرد سرایدار به عباس گفته بود که میتونن وارد ساختمان بشن و تا اومدن مرد فرش فروش در جایی کمین کنن. با به دست اومدن این اطلاعات شکی باقی نموند که مرد سرایدار هم دست سارقان برای سرقت فرش‌های گران قیمت بوده. بنابراین بازجویی از اون از سر گرفته شد و این مرد که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت به همدستی با دزدان خشن اعتراف کرد. اون گفت طراح اصلی این سرقت فردی به نام عباسه. اون یکی از اقوام صاحب آپارتمانه و گاهی به اینجا می اومد. در جریان همین رفت آمده بود که با عباس آشنا شدم و وقتی فهمیدم مواد مصرف میکنه چند باری پای بساطش نشستم. یه روز وقتی در حال مصرف مواد بودیم، عباس درباره آپارتمان فامیلشون از من پرسید. منم از همه جا بی خبر بهش گفتم اونجا رو یه فرش فروش اجاره کرده و تعداد زیادی فرش، به خصوص فرشای ابریشم اونجا انبار میکنه. وقتی این حرفو گفتم، عباس به فکر فرو رفت. بعدم گفت که فرشای ابریشم ارزش زیادی دارن و
به راحتی میشه اونا رو آب کرد. اون گفت که اگه بتونیم فرشا رو سرقت کنیم پول خوبی به جیب میزنیم. میدونستم اون سابقه داره و چند باری هم به زندان افتاده. اینا رو هنگام مصرف مواد بارها از زبون خودش شنیده بودم. اما فکر نمی کردم موضوع سرقت فرشا رو جدی گرفته باشه. با این حال بعدن متوجه شدم که اون تو همه ی این مدتا به سرقت فرشا فکر می کرده. بالاخره یه روز به سراغم اومد و گفت که نقشه سرقت رو کشیده و از من خواست که با اونا همکاری کنم. اولش نمیخواستم درخواستش رو قبول کنم. اما اون منو وسوسه کرد و از سهمی میلیونی گفت که قرار بود نصیب من بشه. وقتی دیدم پای کلی پول در میونه وسوسه شدم و قبول کردم باهاشون همکاری کنم. برای سرقت فرشا احتیاج به هم دست داشتیم. به همین خاطر عباس دو نفر از دوستاشو که اونها هم از مجرمان سابقه دار بودن و تازه از زندان آزاد شده بودن وارد ماجرا کرد. کار اصلی من دادن اطلاعات به عباس و همدستاش بود. میدونستم که پیرمرد تقریبا هر روز صبح به آپارتمانش میاد و بیشتر مواقع تنهاست. وقتی به اونها درباره پیرمرد گفتم، اون روز عباس و دو همدستش قبل از ورود پیرمرد وارد ساختمون شدن و در جایی مخفی شدن تا نقشه سرقت رو عملی کنن. مرد فرش فروش مثل هر روز به ساختمون اومد. صبحانش هم آورده بود. لحظاتی بعد با شنیدن سر و صداش فهمیدم که عباس و همدستاش کارشونو شروع کردن. بعد از اون که سرقت رو انجام دادن به همراه فرشای ابریشمی از آپارتمان خارج شدن و قرار بود هر وقت فرشا رو فروختن سهم منم بدن. با ثبت اعترافات محمود عملیات دستگیری عباس و دو همدستش کلید خورد. کاراگاهان با اطلاعاتی که محمود در اختیارشون گذاشته بود موفق شدن مخفیگاه سه سارق خشن رو در کرج شناسایی کرده و در عملیات مشترکی تنها یک روز پس از سرقت اونها رو محاصره و دستگیر کنن. گاراگاهان پس از دستگیری سه سارق خشن در بازرسی از مخفیگاه اونها تعدادی از فرشای سرقتی رو کشف کردن و از اونجا که احتمال می رفت افراد دیگه‌ای هم در این سرقت دست داشته باشن، تحقیقات در این خصوص ادامه پیدا کرد. به این ترتیب تمام اموال سرقتی به مالباخته برگردانده شد و دزدان به خاطر سرقت و ضرب و شتم مالباخته به 7 تا 18 سال زندان محکوم شدن. حالا یه سوال. به نظر شما مرد فرش فروش برای نگهداری از فرشهاش باید کجا اونها را انبار میکرد؟ برای بررسی اسرار جنایات وحشیانه باند خوناشامهای شمال بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید.